عرض احترام دارم به شما امیران عزیز و ارجمندم آقای رضا کیهان عزیز برنامه رو هدایت میکنه، از این سیمانه سپاس گذارم. اشبیه آخر هفته یک پرسشی رو مطرح کرده بود به نظرم جالبه. پرسش اینه که با توجه به اینکه نرخ محبوبیت خانم کامالا هریس معاون ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا این همه پایینه تکلیف چی میشه در سال 2024؟ به هر حال کسی که به عنوان معاون رئیس جمهور انتخاب میشه قاعدتا قصد اینه که او بتونه در مواقع اضطراری همون سیاست رئیس جمهور رو ادامه بده، یعنی بتونه جای او رو بگیره و این سیاست ادامه پیدا بکنه. با چی هستیم؟ با تحلیلگر درگر برجسته سکه خانم مریم مارصادقی عزیز. اجازه بدید که همینجا سلام کنم خدمتشون، خوش آمد بگم. درود بر شما، خیلی خوش آمدید. درود آقای میبودی، خیلی ممنون از دعوتتون. میخوام این سوالش بگیر از شما بکنم، چیه وقتی یه معاون رئیس جمهوری این همه و بعد تصور میکنید که به چه جهت او موفق نشد خودش رو بروز بده؟ و چون خیلی ها معتقدن که او توی پستوی کاخ سفید بود، اول اینکه وقتی جو بایدن مراسم تحریف رو به جا آورد و به کاخ سفید رفت اعلام کردن که بخشی از کاخ داره ترمیم میشه، داره به اصطلاح ریمودل میشه، در چه جایی برای معاون رئیس جمهور نیست، ایشون در بیرون از کاخ به فعالیتاش ادامه داد، گویا تا دو ماه خیلی عصبانی بود از این بابت، بعد وارد کاخ سفید، یعنی مدتی هم کاملا غیبت داشت از کاخ سفید. بفرمایید ببینیم نظر شما چیه. بله، کامالا هریس اصلا محبوب نیست و خود بایدن الان اپروول ریتینگش خیلی پایین هست و از خود حزب خودش راضی نیستن ازش از خیلی لحاظ. ما خب خیلی طبیعتا تمرکزمون فکرمون راجع به ایران هست و سیاست ایران، ولی خب و سیاست امور خارجه به طور کلی، ولی خب موضوع کووید، موضوع اقتصاد، تورم زیاد آمریکا الان، اینا بحران هایی هستش که برای بایدن وجود داره و میشه گفت اصلا نتونسته اونا رو خوب مدیریت بکنه. ولی شاید مهمتر از همه اینا این بوده که خب خودش انرژیش خیلی کمه، سلامتی و آمادگی جسمیش رو خیلی ها حس میکنن اون چیزی که باید نیست، و وقتی که این یه واقعیت هست و بغل دستش کامالا هریس هم همونجوری که شما گفتین و در شپیگل گزارش کرده محبوبیتش خیلی پایینه، خب برای دموکرات‌ها واقعا وضعیت خیلی ضعیفی هستش. و از اون ور همه نظرسنجی‌ها نشون میده که احتمال زیاد ترامپ هستش که میتونه کاندید باشه از طرف ریپابلیکن ها. اینه که احتمال اینکه آقای ترامپ رئیس جمهور بشه در سال 2024 خیلی زیاده از دید من الان امروز. حالا برگردیم به وضعیت در کاخ سفید، وضعیت در ایالات متحده آمریکا و همینطور مناسبات با ایران که به نظرم خیلی حائز اهمیته. یعنی نشون میده که دست کاخ سفید مثل سابق اینقدر باز نیست که بتونه هر معامله‌ای با ایران انجام بده. قطعا تضعیف کاخ سفید و عناصرش و عوامل حکومت حتما مؤثر خواهد بود در هر گونه قرارداد یا موافقتنامه‌ای که با کشورهای خارج و قدرت‌های خارجی صورت میگیره. حالا سوالم از شما اینه که اولین باری که موضوع محبوبیت آقای جو بایدن کلید میخوره خروج از افغانستان بود. گرچه الان توی لیست اگه نگاه کنید که چه عواملی باعث سقوط نرخ محبوبیت آقای بایدن شده، دیگه اسم از افغانستان نیست، ولی واقعیت که از افغانستان شروع شد. درسته. یعنی مردم آمریکا شوکه شدن، مطمئن شدن یک رهبری در کاخ سفید غیر مترقب است، یعنی ممکنه تصمیم بگیره که اونها رو شوکه کنه. افغانستان واقعا پاره از مردم رو در این مملکت، حالا خود بیچاره افغان ها به کنار،
یا مردمانی که نگران سرنوشت اونها هستن، ولی در اینجا مردم رو تکون داد تصمیم ناگهانی گاهزد. الان توی فهرست عواملی که باعث تضعیف شده اسم افغانستان نیست، ولی تورم هست، کووید 19 هست، اقتصاد هست. اکثریت مردم آمریکا معتقدن که اقتصاد این مملکت روی ریل نیست، یعنی قطار اقتصاد روی ریل قرار نگرفته، از ریل خارج شده. مسئله افزایش نرخ جنایت هست و این سرقت و دزدی که همه ما در طی این مدت، و موضوع مهاجرت. و جالبه که وقتی موضوع مهاجرت مطرح میشه اسم خانم کاملا هریس باز اونجا مطرحه به عنوان کسی که چنین وظیفه خطیری بهش واگذار شده. تو اینجا کارنامش اصلا درخشان نبوده، نمره ها نمره خوبی نیستن. بله، همون جوری که گفتین، جوری هستش که الان به خاطر کووید و به خاطر وضعیت اقتصادی و به طور کلی روند آمریکا، آمریکایی‌ها خیلی بیشتر به خودشون فکر میکنن تا و شاید آدمای کشورهای دیگه، دموکراسی‌های دیگه، کشورهای غربی دیگه بیشتر دارن به خودشون فکر میکنن تا سیاست خارجی کشورشون. و افغانستان واقعا یه شوک بود برای آمریکایی‌ها که چطور میشه بعد از 20 سال که سرباز آمریکایی و این همه هزینه از همه لحاظ، خانواده های سربازها، کلن جامعه این همه حاضر بود از خود بگذره که این پروژه دراز مدتی آمریکا شکست نخوره و یک عالمه پول اونجا خرج شد، بیس باگرام رو به وجود آوردن. و البته اینم باید بگم که رئیس جمهور ترامپ و پامپئو اون امضای اول رو داده بودن به طالبان که ما بیرون خواهیم کشوند از نیروهای آمریکایی رو از افغانستان. میدونین چیزی که برای من جالبه و دردناک هست این هستش که دو حزب و دو طیف، دو بخش این جامعه الان سر تقریبا همه چیز مخالف هم هستن. اما به افغانستان که میرسید، قبل از اینکه بایدن این تصمیم رو در از اجرا بکنه، این پرامیس، این قولی که ترامپ و بایدن داده بودن یکی بود که ما جنگ های بی پایان رو به پایان میرسونیم، Ending Endless Wars. و خب خیلی دردناکه برای ما که سوریه رو دیدیم، افغانستان رو از نزدیک میبینیم، که این اون موضوعی هستش که هم ریپابلیکن ها هم دموکرات ها سرش موافق هستن که باید اینجوری باشه. برای ما ایرانی ها، آقای میبودی، به نظر من خب این نشون میده اهمیت این که تا اونجایی که میشه، تا اونجایی که میتونیم، باید مستقل فکر بکنیم، باید مستقل عمل بکنیم. آمریکای دوران رانالد ریگن نیست دیگه متاسفانه. رانالد ریگن وقتی با گورباچوف مذاکره میکرد، وقتی که سیاست آمریکا رو در مقابل ظلم و شر کمونیسم نشون میداد، میدونست که رئیس جمهور کل مملکت، کل آمریکاست و کل آمریکا پشتش هستن. رانالد ریگن با اینکه یک سیاست خیلی محکم دست راستی داشت، وقتی که رفته بود برای ری الکشن، برای 4 سال بعد رو رقابت بکنه با والتر ماندل، تمام ایالت آمریکا رو برد به جز یه ایالت، مینسوتا، که اونم فقط به خاطر اینکه ایالت خود والتر ماندل بود. یعنی تمام مردم آمریکا، چپ راست میانه، پشت این رئیس جمهور بودن. و به خاطر این بود، البته خب چیزای دیگه هم هست، ولی مهمترین دلیلی که فکر میکنم آمریکا میتونست خیلی محکم در مقابل کمونیسم در اون سالهای ریگان وایسه، این بود که ریگان میدونست که پشتش همه مملکت هست. و گورباچوف میدونست که وقتی داره با ریگان صحبت میکنه، اینجوری نیستش که کنگره یا حزب دیگه خواهد بود بعدن که حرف دیگه میزنه، و این فعلاً این موقتیه، این سیاستیه که فقط باید شوروی ازش بتونه بگذره. حس داشتن کلن کمونیستا، و یعنی حکومت‌های کمونیستی، و حس داشتن آدمای مثل واسلاو هاول، آندرای سافاروف،
اون جنبش سالیدارنوش در لهستان، که این صحبت‌های آقای ریگن صحبت‌های کل مملکت آمریکا هست و دنیای آزاد. الان متاسفانه اصلا این وضع نیست و خب برای کشورهای مثل ایران دردناک، خطرناک، سخته. شما ببینین الان در قزاقستان مردم بلند شدن و حتی نیروهای انتظامیشون شروع کردن به پیوستن به مردم، ولی پوتین نیروهای خودش رو فرستاد و اصلا از طرف آمریکا و اروپا هیچ صدایی نیومد، یعنی هیچ کاری نکردن که جلوی این فاجعه رو بگیرن. کاملا درسته. بکنید یک جنرال جنایتکار آقای ولادیمیر پوتین مأمور سرکوب مردمان کشور دیگری میکنه، یعنی قزاقستان و دنیا سکوت اختیار کرده. یک جنرالی که دستش آلوده به خونه، جنرال بدنامیست. و آقای سرجوکو رو راهی قزاقستان که سرکوب مردم کشور دیگری، یعنی نشون میده که روس‌ها در پی تجدید احیای اتحاد جماهیر شوروی هستن. بله، تمام این فعالات نظامی الان نشون میده که حالا در مورد جزیره کریمه که به کنار، لشکرکشی به پشت مرزهای اوکراین نشاندهنده نیات روس هاست، این دخالت در قزاقستان، ایستادن پشت سر آقای علیوف، این نشون میده که آقای ولادیمیر پوتین در فکر احیای اتحاد جماهیر شوروی است و به اون دوران فکر میکنه. اخیراً یکی از مهمترین نهادهای تاریخ نگاری در روسیه رو منحل اعلام کرد. مموریال یک نهادی بود که بیش از 30 سال زمان تا از فروپاشی اتحاد شوروی فعال بوده برای کشف و استخراج جنایاتی که در دوره اتحاد شوروی رخ داده، ببیشه تصفیه‌های خونین و مرگبار در دوره استالین، تصفیه‌های میلیونی. بله، حلش کرده. کی داره تاریخ رو می‌نویسه دوباره؟ تاریخ آقای پوتین داره می‌نویسه. اینا دارن دوباره تاریخ رو تولید می‌کنن. چیزهایی میگن که اصلا واقعیت نداره. تاریخ نگاران از توی کنار گذاشتن، اونا همه خانه نشین شدن. شخصیت های خیلی برجسته و مهم، خب عواملی که به اصطلاح اینا دست نشاندگان کرملین هستن، الان سرگرم دوباره بازنویسی تاریخ هم به سیاقی که آقای پوتین میخواد. خانم میخوام اینو نظرتون در این باره چیه بفرمایید؟ بله آقای میبودی، میدونین پوتین همینجوری مشغول این هستش که مجسمه استالین رو در سرتاسر روسیه دوباره نصب بکنه و در کتابای درسیشون، همونجور که شما گفتین، کتاب تاریخشون از استالین به عنوان یه لیدر موفق قوی، همه اینا به خاطر اینه که بخواد اون روش خودش رو محبوب بکنه، توجیه بکنه، توضیح بده به مردم جوری که خوششون بیاد. میدونین وقتی که ضعف هست از طرف یک رهبر و درون یک جامعه حس ضعف هست، اون لیدر سعی میکنه که از طریق یه اسطوره ساختن از تاریخ خود اون مملکت بتونه یه امتیاز برای خودش درست بکنه. و پوتین با همون جوری که گفتیم با بستن این نهاد مموریال که چقدر مشروع بود، چقدر همه جور روس بهش باور داشتن، براش احترام داشتن، سعی میکرد که همیشه فقط حقیقت رو مستند بکنه و دقیقا خب اون حقیقت هستش که دشمن دیکتاتورا هست. کاملا درست. برای هرچی باشه آقای ولادیمیر پوتین مأمور کجبی بوده، مأمور خدمت در آلمان شرقی و دائمان با اون دوران داره فکر میکنه، دوران براش خاطره هست. همین حالا تو آقای اردوغان داره نسبت به امپراتوری عثمانی، یعنی فرقی نمیکنه. یا در دوره ماوتستون هم گنانه، در دوره انقلاب فرهنگی تمام تلاش هایی بود که آثار فرهنگی ارزشمند گذشته کاملا نابود بشه. شخصیت های بزرگی در قلمرو هنر و فرهنگ به کل انکار می شدن، مثل بتهوون، بودا
حالا چه در خود سرزمین چین چه تبت فرقی نمی کنه. کنفوسیوس ممنوع شد، کنفوسیوس ممنوع شد در چین. یعنی چینی ها سعی کردن که یا حزب کمونیست چین رو جنبش هم خود ما و هم همسرش فرق نمی کنه، لیمپیا و بقیه اینا رو میخواستن اینطور تلقین بکنن به این مردم که پیش از این اون چی که وجود داشته امپراتوری وحشت بوده. چین از حالا متولد میشه، با ما بود به دنیا میاد. یعنی همین کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه. یه آقای علی لاریجانی یه بار گفت که امپراتوری هخامنشی امپراتوری وحشت بوده دیگه، و از زمانی که اسلام اومده ما صاحب مدنیت شدیم. خانم میمار صادق عزیز، یه پرسش از شما دارم. در ایران خب شتاب گرفته، نگرانی هم بالا رفته، نگرانی مقامات جمهوری اسلامی از شخص رهبر جمهوری اسلامی. اینا میدونن که انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا در راه و بهشون هم حالی شده که اگر این انتخابات فرا برسه و دموکرات و اکثریت رو به دست بدن، وقت کار شما دیگه بیخ پیدا میکنه، هیچ امیدی به برداشتن تحریم ها تا سالهای آینده نخواهید داشت. اینه که گفتگو با آمریکا دوباره به اصطلاح باب شده و چراغ سبز هم روشن شد پس همین چند روزه میشه. حالا سوالم اینه که اگر انتخابات میان دوره‌ای رو جمهوری خان ببرن، با توجه به اینکه امروز هم قدرت و حاکمیت در آمریکا خیلی تضعیف شده، اثراتش در مذاکره چیست؟ یا اثراتش در دادن هر نوع امتیازی به جمهوری اسلام؟ چون الان سر و صدای جمهوری خواه بلند شده، یعنی میگن که حتی فکر کردن به تحریم ها اسباب چرمساری است، حتی فکر کردن به برداشتن تحریم ها. بفرمایید. فکر میکنم که حتی اینقدر دیگه جمهوری اسلامی پر رو هست در مقابل به آمریکا در مذاکره که علنی اینو بگن که ما نمیدونیم در این انتخابات کنگره چه اتفاقی خواهد افتاد، و بنابراین ما یعنی هی دارن امتیاز میگیرن از آمریکا الان، و در اصل یک گول بزرگی خورده با ادمنستریشن بایدن، چون انقدر آردی اجازه میدن که نفت رو به چین بفروشه جمهوری اسلامی، و عملا انقدر تحریم ها رو برداشتن همین الانش که اگرم ریپابلیکن ها بیان تو کنگره سنا کنگره رو دوباره بگیرن، اونقدر جمهوری اسلامی نباید نگران باشه، برای اینکه در همین الان خیلی از تحریم ها رو تونسته با فشار خودش کاری بکنه که آمریکا برداره، یا اینکه آمریکا چشمش رو ببنده به اینکه جمهوری اسلامی داره به چین و جاهای دیگه نفت میفروشه. ولی آقای میبودی، چیز خیلی مهم به نظر من که برای این حکومت بیشتر باعث ترس هست، این قدرت مردم هست که به طور دائم دارن نشون میدن مقاومت خودشون رو، و اینکه جنبش مردمی تمومی نخواهد داشت و همینجوری روز به روز مشارکت مردم وسیع‌تر بیشتر میشه. شهرهایی که مشارکت میکنن در این جنبش بیشتر میشه، معلمان، کارگرای صنف‌های مختلف، اینکه جوان‌ها، زن‌ها، قومیت، همه جور اقلیت، همه خیلی متحدتر از هر موقع دیگه‌ای که من به یاد میارم هستن در مقابل این حکومت، و خیلی بیشتر از اینکه ریپابلیکن‌ها هستن یا دموکرات‌ها هستن یا کنگره آمریکا چه خبر میشه و اینا. من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی اگر هوشمند باشه باید نگران قدرت مردم باشه. یعنی جمهوری اسلامی هم تو که اشاره کردی که نظر نکته خیلی مهمی است، هیچ جمهوری حکومت بی فرداست، یعنی فردایی برای جمهوری اسلامی وجود نداره، نه تنها برای جمهوری اسلامی، برای روحانیت به نظر من دیگه وجود نداره. الان فیلم های میرسه از ایران از برخورد مردم با هر کس که عبا و عمامه ای داره، اصلا بی سابقه است در تاریخ ایران، بی سابقه است در تاریخ، و این نشون میده که حکومت اینقدر بد کرده به مردم. در مورد این بازماندگان
این فاجعه هواپیمای اوکراینی، ببینید اینا چه کردند و تو همین مدت، همین چند روز اخیر، و بعد این مقاومت و این همدردی مردم با بازماندگان قربانیان این فاجعه، که اینم به نظرم یه اتفاق استثنایی و نشون میده که اصلا رویه مردم، روان عمومی در ایران کاملا عوض شده. کاملا درسته. من دو چیز دیدم از این حکومت در چند روز، در دو روز گذشته، که همیشه فکر میکنم دیگه امکان نداره که این حکومت کاری بکنه که باعث تعجب باشه. ولی یکیش این بود که وقتی که خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی جمع شده بودن در اون شهری که هواپیما سقوط کرده بود، جمهوری اسلامی هلیکوپتر خیلی بزرگ فرستاده بود بالا سرشون به طور دائم که مثلا بترسونتشون، و این خانواده ها ضمن گریه و عزاداریشون فریاد می زدن مرگ بر خامنه ای. این صحنه برای من خیلی دردناک بود. و اینکه امروز دیشب دیدم که یه فیلم پروپاگاندایی درست کرده جمهوری اسلامی که پخش کرده در لابد صدای سیمای خودش و در شبکه‌های اجتماعی، که از آدمای جوان، دختر پسر جوان میپرسن که خب اگر که شما بودی چی کار میکردی؟ این هواپیما رو نمیزدی که جان 5000 نفر دیگر رو نجات بدی؟ هی اینو میخوان مثل این که بکنن تو مغز آدم ها که مثلا جمهوری اسلامی، اولا که میدونین خب گفتن که نه ما این کار رو نکردیم، مثلا تقصیر آمریکایی ها بود و ما این کار رو نکردیم، بعد قبول کردن، بعد حالا اومدن میگن ولی اشتباهی بود و اینا، ولی الان دارن میان میگن که نه، درست میگن نه این کارو کردیم، خوب کردیم، برای اینکه اگه این کارو نمی کردیم نمیتونستیم جلوی حمله آمریکا رو بگیریم. البته نمیگن حمله آمریکا، ولی میگن که مثلا 5000 نفر نمردن به خاطر اینکه ما این کارو کردیم. خلاصه اصلا یه چیز وحشتناکیه. و اتفاقا صحبت استالین کردیم، اینا همش کارهاییه که از KGB، یعنی اینا میدونم که آقای خامنه ای دانشجوی KGB هست و روشهای شوروی برای جنگ روانی با مردم، و این دو روز واقعا خیلی دردناک بود که این عزیزان کسایی که در اون هواپیما از دست رفتن این همه درد میکشن، بعد تازه این حکومت اینجوری باید اذیتشون بکنه. خیلی تشکر میکنم خانم معمار صادقی عزیز، بقراده بود حتما گفتگو با خانم معمار صادقی رو، تحلیلگر رو ادامه میدیم. رضا کیهان عزیز برامان داد که عزیز سمیمانه سپاس گذارم تا گفتگوی دیگه خانم معمار صادقی. ممنونم از حضورتون. ممنون از شما، خیلی ممنون. همبستگی تعریف کردنی نیست، حس کردنیه. مردم رو متحد کردن، کنار هم گذاشتن خیلی میگم سخته، چون انقدر این مردم درگیر مشکلات روزمره شون هستن که به این چیزا اصلا فکر نمیکنن. خیلی کار سختیه، یعنی همبسته شدن یک مملکت واقعا کار راحتی نیست. من بچه انقلابم، اون موقع خیلی ها تو خیلی از موارد با هم یکی نبودن، یکی دکتر تحصیل کرده بود، یه آدم بی سواد بود، ولی همه با هم بودن، نگاه نمی کردن تو از روستا اومدی، نگاه نمی کرد تو از تهران اومدی، اون نگاه نمی کرد استاد دانشگاهی، اون نگاه نمی کرد که تو چه. همه با هم توی مسیر بودن، آگاهانه و ناآگاهانه مسیر رو پیش رفتن و برای همین تونستن یه کاری انجام بدن، برای یک عقیده جنگیدن، حالا اون عقایدشون هر چی بود ولی در کنار هم بودن. باید فکرها رو کنار هم گذاشت. مشکل کجاست؟ من از طرف سیاست، اون یکی از طرف اجتماع، اون یکی از طرف نظامی، اون یکی از طرف ملی، هر کدومتون میدونم قدرت‌های خوبی هم داریم برای خودتون. غرورتون رو بذارین زیر پا. مگر از اهداف خودم، اهداف شخصی خودم گذشت بکنم و به اهداف گروهی بیشتر اهمیت بدم، موفقیت خیلی بیشتره.
اگر مشکلی هست ما حل کنیم، من به تنهایی نمیشه. باید از خودمون شروع کنیم. فقط برای به نتیجه رسیدن باید از خودمون شروع کنیم. این احترام گذاشتن خیلی مهمه. احترام گذاشتن به عقاید انسان‌ها، به افکار انسان‌ها، این مهمه. اینو ما بتونیم رعایت کنیم، این اتحاد شکل میگیره.